سلام، چطورید بچه ها؟ اسم من APD و با یه قسمت دیگه از سری میستی همراهتونم. تو این ویدیو ما تمام داستانهای درباره پری دریایی توی سراسر دنیا بوده و هست و با هم مرور میکنیم، از مدیترانه گرفته تا ژاپن و حتی یونان. بعد از شنیدن این داستان ها شما متوجه میشی که اون چیزی که توی فیلم ها و کارتون ها بهتون نشون میدن هیچ کدومش حقیقت نداره و موجودات خیلی خطرناکتری هستن از اون چیزی که تا حالا دیدید. یکی از سرچشمه‌های اصلی این داستان برمیگرده به یونان که بیشتر ربط داشته به پرنده تا یه موجود ماهی مانند توی دریا. به این مدل از پرنده‌ها میگفتن سایرن. احتمالاً اسمش رو شنیده باشید. حالا اگر نشنیدید بازم من توضیح میدم که سایرن چیه. سایرن‌ها موجوداتی ترکیبی از انسان و پرنده بودن که صورت و کله انسان رو داشتن، بدن انسان رو داشتن، ولی به جای دست بال داشتن و پاهاشون مثل پای پرنده بوده. این داستان ها سرچشمه‌شون از کتاب‌های معروف یونانی میاد به اسم آرگوناتیکا و اودیسی. توی هر دوتای این داستان ها این موجودات به شکلی می اومدن که با صدای زیبایی که داشتن و آوازی که میخوندن و افراد و خدمه روی کشتی رو گول میزدن و مجبور به کارهایی میکردن که میدونستن اشتباهه، ولی با این حال انجام میدادن، جوری که انگار با صداشون اینا رو هیپنوتیزم میکردن. توی یکی از این داستانا اومده وقتی آرگوناتس و افرادش داشتن با کشتی از یه منطقه رد میشدن، توی مسیرشون که داشتن میرفتن اینا با سایرن ها مواجه میشن و شروع میکنن به خوندن. آرگوناتس هم شروع میکنه به خوندن، اونم برای خودش یه آوازی میخونه که باعث بشه نه خودش و افرادش صدای اونا رو بشنون. همین کارش باعث شد اونا با موفقیت اون منطقه رو ترک کنن، ولی یکی از افرادش نتونست روی صدای آرگوناتس تمرکز کنه و صدای سایرن ها رو شنید و خودش توی آب انداخت. داستان بعدی درباره اودیسیه. اینم جزو اساطیر یونانیه که خیلی معروفه. احتمالاً اسم اودیسی رو شنیدید. اودیسی و افرادش با کشتی داشتن یه منطقه رد می‌شدن که سایرن‌ها رو می‌بینن. برمیگرده و سری به افرادش میگه که داخل گوششون موم عسل بذارن که نتونن صدای سایرن‌ها رو بشنون تا وقتی که اون منطقه رو ترک کنن. اودیسی خیلی دلش می‌خواست بشنوه صدای آواز خوندن سایرن‌ها چجوریه. ولی خب از اونجایی که هیچ وقت هیچ کس نتونسته بود بعد از شنیدن این آواز زنده برگرده، هیچ کس هم نبود براش تعریف کنه که آوازش چجوریه، چی میخونن، صداشون چیه مگه. به خاطر همین یه فکری به ذهنش میرسه. به افرادش میگه که اونو محکم به روی عرشه با طناب ببندن و هر چقدر هم که خواهش و تمنا کرد بازش نکنن که بتونه هم صدای سایرن ها رو بشنوه هم زنده بمونه. توی ادامه داستان اومده بعد از اینکه اودیسی تونست صدای سایرن ها رو بشنوه و هیچ کاری نتونست انجام بده، سایرن ها خودشون رو توی اون دریا غرق کردن. از اونجا به بعد بود که پری دریایی به وجود اومد، توی اساطیر یونانی البته. تو یکی دیگه از معروف‌ترین داستان‌های یونانی اومده که پری دریایی‌ها همیشه نصفشون انسان و نصفشون ماهی نبوده، بلکه اینا خدمتکاران الهه‌ای به اسم پرسفانی بودن که توسط هیدیس یکی از فرمانروایان جهنم دزدیده میشه و به دنیای خودش میبردش. مادر پرسفانی هم به خدمتکاراش بال میده که برن و بگردن پیداش کنن و به خاطر همین خشمش بود که اونا رو تبدیل به سایرن کرد. توی کتابا اومده که صدای آواز خوندن سایرن‌ها خیلی قشنگه، ولی پر از نوت‌ها و ریتم‌های غمناک و حتی مرگ. سایرن‌ها همینطوری در دریا میچرخن و خوندن ادامه میدن تا شاید پرسفانی صداشون رو بشنوه و راهش رو پیدا کنه برگرده. تو از داستانای یونانی نرفتیم بیرون، قبل شاید براتون سوال پیش میاد که آیا در طول تاریخ پری دریایی مرد هم بوده؟ بله بوده. داستانش هم اینه که یه ماهیگیر بوده به اسم گلوکوس، یه گیاه پیدا میکنه که میتونست ماهی مرده رو زنده کنه. براش سوال پیش میاد که آیا این گیاه روی خود انسان‌ها هم تأثیر داره و میتونه مرده رو زنده کنه؟ به خاطر این روی خودش امتحان میکنه. فردای اون روز وقتی بیدار میشه میبینه پاش تبدیل به دم ماهی شده و علاقه شدیدی به شنا و زندگی توی آب پیدا کرده. از اون به بعد مردمونو به عنوان یک راهنما و یک پیامبر برای دریا میشناختن، جوری که توی یکی از داستان آرگوناتس هم اومده که رفته و بهش خبر داده که افراد گم شدهش کجا هستن. یکی دیگه از معروف‌ترین نمونه‌های پری دریایی مرد میشه به پسر پوسایدون اشاره کرد. پدر و مادرش میتونستن هم توی آب و هم توی خشکی زندگی کنن. اسمش تریتون بود و نقشش بیشتر این بود که پیام رسان بین دنیای زیر آب و انسان‌ها باشه. میرسیم به داستان پری دریایی‌ها توی قسمت مدیترانه. اولین باری که توی این منطقه اسمی از پری دریایی برده شد توسط الهه‌ای به اسم اتار آتیس بود. اون عاشق فرد چوپانی میشه که اونجا زندگی می‌کرده و توی دریاچه همون نزدیکی‌ها غرق میشه و میمیره. از غم دوریش خودش رو توی همون دریاچه‌ای که اون چوپان مرده بود غرق می‌کنه تا بتونن توی دنیای بعدی بازم با هم باشن. ولی خب خدایان نمیتونستن بذارن اتارگاتیس بمیره. به خاطر همین اون دریاچه رو تبدیل به محل زندگیش کردن و بدنش رو تبدیل به ماهی کردن. البته خب حداقل نیمه پایینی بدنش رو. بازم داستانای زیادی توی مدیترانه هست از انسان‌هایی که میتونن توی آب زندگی کنن که بهشون میگن مردمان دریا
یا زاده دریا. اگر بخوایم این داستانای پری دریایی ها رو به صورت عجیب تری بشنویم، میتونیم بریم ژاپن. اونجا موجودی هست به اسم نینیا. نینیا نمیشه بهشون گفت که پری دریایی هستن، چون کلا ماهی هستن و تنها قسمتشون که انسانه فقط کلهشونه با شکم قرمز و دوتا شاخ. گفتیم که گرفتن این موجودات کار خیلی سختی و احتیاج داریم که یه گروه خیلی زیادی رو با خودتون ببرید، چون حداقل اندازشون به 12 متر میرسه و بیشتر هیولا هستن تا پری دریایی. میریم توی قرون وسطا. اینجا ما موجوداتی داریم به اسم روسالیکا، ارواح زنان مرده ساکن توی رودخونه و دریاچه ها که با صداشون مردها رو به سمت مرگشون راهنمایی میکنن. گفته میشه اینا ارواح زنانی هستن که به خاطر ازدواج ناموفقشون و کشته شدن توسط فردی که فکر میکردن عاشقشونه به وجود اومدن و تا وقتی که انتقامشون گرفته نشه اونجا رو ترک نمیکنن. روسالیکا رو به عنوان موجودات شیطانی نمیشناختن تا قرن 19 که اونا رو به عنوان ارواح ناپاک و عامل هرج و مرج نامگذاری کردن. اون موقع ها داستان درباره زنایی که توی دریا و دریاچه ها کشته میشدن و تبدیل به روسالیکا میشدن خیلی زیاد بود. وقتی مردای جوان از اون اطراف رد میشدن، صدای آواز خوندن میشنیدن، میرفتن نزدیک، از اون دور یه زن زیبا رو میدیدن، ولی وقتی نزدیکش میشدن روسالیکا با موهاش مثل تناپاهاشون میگرفت و میبردشون زیر آب و دخلشون میآورد. حتی گفته شده که اونا میتونستن توهم ایجاد کنن، جوری که شما از دور وقتی نگاهشون میکردید یه موجود خیلی زیبا میدید، ولی هر چقدر که نزدیکتر میشدید قیافشون تغییر میکرد، موهاشون به رنگ سبز لجنی تغییر میکرد و پوستشون کدر میشد. با این حال همیشه به این کار ادامه نمیدادن. وقتی انتقامشون گرفته میشد روحشون به آرامش میرسید و از این دنیا میرفتن. حالا شاید بگید که ممکنه این پری دریایی نیست، ولی خب به عنوان یه نماد خیلی زیبا و همینطور قابل احترام و ترسناک شناخته میشن روسالیکا. داستان پری دریایی هم توی انگلیس و ایرلند از قرون وسطاشون شروع شد. وقتی وسط دریای پری دریایی میدیدن یه نشانه بد براشون حساب میشد. با دیدنش براشون خبر از آب و هوای بد و همینطور صخره‌ها و موج‌های خطرناک میآوردن. میومدن و به کاپیتان‌های کشتی‌ها میگفتن که اونا دیگه هیچ وقت نمیتونن خشکی رو ببینن. بعضی وقتا هم به دروغ میگفتن که خشکی نزدیک و راهنماییشون میکردن به سمت صخره‌ها که کشتیشون غرق بشه. همیشه هم اونقدر بد نبودن. بعضیاشون بودن که اونایی که داشتن غرق میشدن رو نجات میدادن و بهشون یاد میدادن چجوری داروهای گیاهی درست کنن. داستان‌های پری دریایی خیلی زیاده. از سرتاسر دنیا هر کشوری یه داستانی ازش داره. با این حال هیچ وقت نباید گول ظاهر زیباشون رو بخورین، چون میتونن خیلی خطرناک باشن. خیلی خوب بچه ها، این قسمت هم تموم شد. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. هر سوالی داشتید توی کامنت ها برای من بنویسید. لایک و سابسکرایب و کامنت هم که یادتون نره. تا قسمت بعدی محافظت کنید.